برای گفتگوی بیشتر در این مورد محمد حسین هزاره سرپرست ریاست عمومی خزانه وزارت مالیه با ما است. آقای هزاره خوش آمدین. بیان در آغاز در مورد هدف این نشست امروز که برگزار شد بیشتر بگویید بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما و بینندگان تلویزیون شما. امروز ما یک نشست بسیار یک کنفرانس بسیار مهمی داشتیم که به ارتباط مسلک محاسبه در افغانستان بود گرچن ما چندی پیش هم روز بین محاسبین مسلکی را در کابل کنفرانس داشتیم و را تجلیل کردیم و این دو این کنفرانس ما در سطح کشور بود که راجع به محاسبین مسلکی ما این کنفرانس گرفتیم و اهداف ما بیشتر ای بود که اولی که چیز رئیس سازمان بین محاسبین مسلکی از انگلیس آمده بود که با اونا ما در یک تفاهم نامه رسیدیم که اونا به ما کمک کنه تا محاسبین مسلکی در افغانستان بیشتر رشد بکنن و از طرف دیگه هدف ما ای بود که مطابق قانونی محاسبین مسلکی که جدیدا از طرف رئیس جمهور توشیه شده بود و به پارلمان کشور رفت و هر دو مجلس همه قانون را تایید کردن که ما امیدوار هستیم که به زودترین وقت قانون نافذ شود و مطابق از این تمام محاسبه مسلکی و تمام امور محاسبه و تفتیش از طریق زمین قانون تنظیم میشه آقای هزاره در حال حاضر در کشور چقدر افراد فنی و مسلکی در بخش حسابداری وجود دارد؟ افغان هایی که محاسب این مسلکی هستند فعلا متاسفانه ما کمترین نمبر را داریم که او سی و نفر است و 24 نفر را امروز در حضور رئیس عمومی محاسبین مسلکی بین المللی ما اونا را هایشان را امروز برشان توضیح کردیم حالا با از اداره که ایجاد شده به نام اداره محاسبین مسلکی در وزارت مالیه از بیشتر بگوین که دستاوردهای اینا چی بوده و کارهای اینا چی ها هستن؟ اولا خب مطابق یک ریسرچ یا یک تحقیق شده بود خب در هر کشور این نهاد وجود داره خب در افغانستان این نهاد وجود نداشت مطابق از تحقیقی که در سال 2009 شده بود که محاسبه مسلکی در افغانستان باید اداریش ایجاد شونه و تا اینا بتوانه محاسبه مسلکی را مدیریت بکنه و بتونه گزارش های مالی را که از طرف نهادها، ها شرکت ها او میشه او را تایید بکنند حالا روند جز در این آموزش ها چگونه است؟ چه میار را باید یک فرد داشته باشد تا جز بی آموزش ها شود؟ اهداف ما اه این هست که ما بتانیم این مسلک در افغانستان به هر اندازی که بتانیم این رشد بتیم که محاسبه در افغانستان رشد بکنه. همین قسمی که یک جامعه به یک دکتر ضرورت داره که در بخش صحت کمک کنه اقتصاد افغانستان هم به محاسبین مسلکی ضرورت داره که اونا بتونن مدیریت امور مالی شرکت ها و مؤسسات بین ملی, و بین, ملی و بین ملی که در افغانستان فعالیت داره اونا را تایید بکنن و صحه بگذارن حالا ای, سی سی ای هم در این حضور داشت چقدر شما توانستین که توانسته سر... که ای کمک های این نهاد شما جلب کنین در این, این نشست؟ خود ای یک نهاد نیست که با ما از نظر مالی کمک کنه تا حال کمک هایی که ما در این خصوص جذب کردیم از طرف بانک جهانی بوده و ای یک نهاد هست، یک نهاد تعلیمی هست که میارای خاص خود را داره که به او اساس افراد تحصیل میکنه و اونا امتحانش هم میگیره مثل که فکر کو در بخش زبان توفل یا مثلا آیلتس یک یک معیار است که هر کسی که زبان انگلیسی خود میخواد امتحان بده باید توفل امتحان بده که تا معلوم شود که به چی اندازه اینو یک نهادی است که فقط از نظر تعلیمی و اینا با ما همکاری میکنه و در ضمن ما را کمک میکنه که ما عضویت سازمان های دیگه بین المللی محاسبه را بگیریم حالا کمک تنها مالی بوده هم میتونه همین کمک آموزشی هم میتونه کمک باشه شما چقدر تانست فرصت به خوبی استفاده کنید؟ ما از این فرصت بسیار به خوبی استفاده کردیم در پهلوی زی که از نظر تکنیکی و از نظر های مسلکی محاسبه اینا نهاد اداره محاسبه مسلکی افغانستان کمک میکنه در حالی که کسایی که از افغانستان شامل پروسه های زنا میشه میخواستم اینجا یک تشریح بتم که ما دو رویش داریم برای زی که ارتقای ظرفیت بکنیم و این دو رویش برای تمام اطباء افغانستان باز است یکی یکی ما حدودا فعلا 1000 نفر را سکالرشپ میتیم البته بعد از اینکه هر پیپر را امتحان بتن و کامیاب بشوند برای از یک هزار نفر را ما داریم که در سالهای بعدی این رقم به مراتب بالاتر میره شاید دو برابر یا سه برابر شود این یک رویش هست و رویش دیگه که ما با پاهندون کابل شروع کردیم دپارتمنت یا امو در داخل پوهنزه اقتصاد پو انتونی کابل دپارتمنت حسابداری جور شده که دپارتمنت هم سالانه در حدود زیاد از محصلین را جذب میکنه و اینا شامل از این مسلک میشن و اینا کسایی که از چهار سال در دانشگاه کابل درس میخوانن بعد از اینکه لیسانس هم فارغ میشن در پالای زو نو, نو پیپر یا نو پیپر از امی ای سی سی ای را اینا هم پاس میکنن خب حالا ظرفیت پایین در حسابدهی چقدر میتونه به بزیان کشور تمام شود؟ و اگر میاری شود این روند چقدر میتونه از تقلب ها و از فساد ها برتباط سنجش هزینه ها و درامت ها میتونه نقش داشته باشه؟ مسلک محاسبه در کل دنیا یک مسل... مسل... مسلک کاملا جدا تخنیکی و تخصصی هست؟ و هیچ کشوری نمیتونه بدون اینکه که محاسبین مسلکی داشته باشه رشد بکنه و محاسبین مسلکی هست که تمام صورت حساب‌های یا مو فینانشال استیتمنت های, شرکت های که در کشور فعالیت داره او را برشته هم میگذارن اگر فکر کنین که همین ارقامی که از طرف شرکت ها ارائه میشه به حکومت یا برای کسایی که برای زنا پول میتن مثل نهادهای مالی و بانک ها امی غلط ارائه شده چه قسم یک تاثیری خاص خود خود داشته حالا بیشتر نهادها به اساس تخمین پیش میرن مثلا مصارف به اساس تخمین است بودجه به تخمین است شما چه فکر میکنید که اگر روند حسابدهی و حسابداری در افغانستان میاری شود چه میتونه روی این روند تاثیر ما مطمئن که در تمام عرصه های خیلی در تمام عرصه تاثیرات خاص خود داره چون این شفافیت به بار میاره حسابدهی را به بار میاره تشکر از حضورتان در برنامه آقای هزاره تشکر.